باید همه دست به دست هم بدیم یکی یکی شروع کنیم شعار دادن مرگ بر خامنه ای دیکتاتور، 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 مرگ بر خامنه ای دیکتاتور. کمیته بین المللی پارلمانترها برای یک ایران دموکراتیک. ما از سران رژیم ایران می خواهیم دعوت شورای ملی مقاومت برای حضور در یک دادگاه بین المللی مستقر را بدون تأخیر بپذیرند تا چهره واقعی حاکمیت شرورانهشان برای جامعه جهانی به نمایش گذاشته شود. دادگاه نمایشی رژیم ایران یادآور دادگاه‌های سریعی است که در زندان‌های ایران در تابستان 67 برگزار شد و طی آن 30,000 زندانی سیاسی در محاکماتی چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند. رژیم ایران با اعلام آغاز محاکمه نمایشی علیه شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران زمینه را برای یک بسیج دیگر دستگیری و اعدام گسترده مخالفان و همچنین اعضا و طرفداران جنبش مقاومت سازمان یافته ایران در داخل کشور فراهم می‌کند. رژیم با به سخره گرفتن حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه اتهامات ساختگی و شاهدان ادعایی را علیه اعضای ارشد و رهبران سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت از جمله رئیس جمهور شورا خانم مریم رجوی مطرح کرد که توسط رسانه‌های دولتی تبلیغ می‌شود. قضاییه رژیم ایران نه مستقل است و نه عادلانه. این قوه بازوی رژیم برای ساکت کردن و ارعاب مخالفان، فعالان و جامعه ناآرام ایران است. این دادگاه نمایشی یادآور دادگاه‌های سریعی است که در زندان‌های ایران در تابستان سال 67 برگزار شد. 30,000 زندانی سیاسی که بیشتر آنها اعضا و طرفداران مجاهدین خلق بودند در آن زمان به اتهام خودسرانی محاربه در دادگاه‌هایی که فقط چند دقیقه طول کشید اعدام شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و عفو بین الملل نقش و مسئولیت ابراهیم رئیسی رئیس فعلی قضاییه رژیم ایران در قتل عام‌های زندان سال 67 را به ثبت رساندند. این دادگاه نمایشی در حالی برگزار می‌شود که اکنون بسیاری از قانونگذاران بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و کارشناسان ایران خواستار پاسخگویی و پایان دادن به مسئولیت از مجازات رژیم در قبال نقض حقوق بشر و سرکوب وحشیانه داخلی اعتراضات قانونی، مخالفت‌ها و صداهای ناراضی هستند. امروز رژیم به دلیل اقدامات یک رژیم یاغی
مانند باجگیری هسته‌ای، دیپلماسی گروگانگیری، تروریسم و بی‌ثبات کردن منطقه در انزوای بین‌المللی بیشتری قرار گرفته است. در فوریه سال 2021، یک دیپلمات رژیم ایران، اسدالله اسدی، به دلیل توطئه خنثی شده بمب‌گذاری علیه شورای ملی مقاومت و پرزیدنت اپوزیسیون خانم مریم رجوی در پاریس به 20 سال زندان محکوم شد. همزمان تظاهرات سراسری علیه رژیم در ایران افزایش می‌یابد و شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور منتخب آن خانم رجوی همچنان از به رسمیت شناخته شدن و حمایت بین‌المللی از آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران و خواست عمومی برای تغییر برخوردار می‌شوند. کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک درک می‌کند که شورای ملی مقاومت اکنون رسماً و علناً رژیم و رهبر آن خامنه‌ای و رئیس جمهور روحانی را به چالش کشیده است تا پرونده جعلی خود را علیه اپوزیسیون به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه یا هر دادگاه مستقل دیگری در جهان به انتخاب خود ارائه کنند. ما شورای ملی مقاومت را به خاطر ایستادن بر پایبندی خود به قانون و عدالت تحسین می‌کنیم و از دعوت آن برای عدالت حمایت می‌کنیم. ما می‌دانیم که رژیم از احتمال حضور در هر دادگاه مستقل وحشت دارد، اما با این وجود از سران آن می‌خواهیم که چالش مطرح شده توسط شورای ملی مقاومت را با آوردن پرونده خود به دادگاه بین المللی مستقل و بدون تأخیر بپذیرند تا چهره واقعی تهران و حاکمیت شرورانش برای جامعه جهانی به نمایش گذاشته شود. باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان. دیوید جونز، نماینده پارلمان انگلستان. استیو مک‌کیب، نماینده پارلمان انگلستان. و لورد آلتون. مضحکه دعاوی حقوق بشری معاون رئیسی جلاد همراه با دقدلی علیه مجاهدین تحت عنوان تروریسم فرقه‌گرا در دهه 60 و التماس و طلبکاری برجام و مماشات خطاب به سفیران خارجی. متاسفانه دولت جو بایدن همان مسیر تحریم‌ها را ادامه می‌دهد. اقدامی که الان دارد دولت آمریکا انجام می‌دهد فراتر از حتی دولت ترامپ است. کشورهای غربی به ویژه آمریکا چه از تروریسم شورشی سالهای اولیه انقلاب و چه در تروریسم فرقه‌گرا در دهه 60 حمایت کردند. لازم دونستیم که نمایندگان کشورهای مختلف رو نسبت به آخرین وضعیت در زمینه بحث‌های مربوط به حقوق بشر ایران آگاه بکنیم. در اینجا اون بحث اساسی که مطرح شد با نمایندگان کشورها این که برخی از کشورها و قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی تلاش جدی می‌کنند تو عرصه‌های مختلف برای نقض حقوق بشر مردم ایران. غیر از این که سابقه بدی دارن این کشورها در نقض حقوق بشر ملت ایران، علاوه بر اون از جریان‌های مختلف تروریستی در ایران کشورهای غربی به ویژه آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی به طور جدی حمایت کردند، چه از تروریسم شورشی در سالهای اولیه انقلاب، چه در تروریسم فرقه‌گرا که در واقع در دهه 60 به طور جدی در خیابونهای شهرهای مختلف ایران جنایت می‌کرد، و چه تروریسم تکفیری که در سوریه و عراق میدانداری میکرد و امتداد اون هم تا ایران هم رسید. از طرف دیگه کشورهای غربی به این هم اکتفا نکردند. به ویژه آمریکایی‌ها تو عرصه تحریم به طور در واقع جدی وارد میدان شدند. متاسفانه میبینیم که همون مسیر رو داره دولت جو بایدن داره ادامه میده در استمرار تحریم ها علیه ملت ایران، و حتی پا رو فراتر گذاشتن اونها و دارن گروکشی میکنن
این تحریم ها رو و اقتصاد و معیشت مردم ما و کشور ما رو به در واقع گرو گرفتن که در مقابلش میخوان امتیازهای بیشتر متجاوزانه ای رو بگیرند. یعنی در واقع اقدامی که الان در دولت آمریکا انجام میده اقدامش فراتر از حتی دولت ترامپ هست. تلویزیون حکومتی میبینید ارتش سایبری مجاهدین در آلبانی چه کار دارن میکنند؟ شیوه جنگ آنها با ما به سایبری تغییر کرده است. به نظر من 4 تا ابزار وجود داره. یکی این عملیات روانی دشمن علیه افکار عمومی خودیه. مثلا شما نمیدونم شنیدید یا نه، ارتش سایبری منافقین رو تا حالا شنیدید که توی آلبانی چی کار دارن میکنن؟ یعنی شیوه جنگشون با ما به سایبری تغییر پیدا کرد و به تزریق و تولید محتوا و ادبیات علیه کشورمون می‌پردازد. بالاخره اون شلیکی که باید به مغزها صورت بگیره از طریق این رسانه‌ها اتفاق می‌افته و جالبش اینه که ابزاری هم که استفاده می‌کنن همین روشنفکرای درونی خودمون، یعنی داخلی این مؤسسات روشنفکرانه‌ای که به تولید محتوای اونا کمک می‌کنن و ما از داخل خودمون رو می‌زنیم که در طول این مدت اخیر بعد از حادثه 88 فتنه 88 به وفور ما میتونیم ببینیم. و نکته آخر ناآرامی‌های اجتماعی که دیگه هدف اصلیشون براندازی نظام سیاسیه که من مثالش رو همون دیماه 96 میبینم. وحشت حکومت آخوندی از جشن ملی چهارشنبه سوری و فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران. پاسدار اشتری، سرکرده نیروی انتظامی: اجازه تجمعات را در شب چهارشنبه آخر سال نمی دهیم. خودروهای هنجار شکنان توقیف می شود. منتظری، عضو مجلس ارتجاع: چهارشنبه سوری تبدیل به یک تهدید شده است. پاسدار اشتری، سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی، در وحشت از جشن ملی چهارشنبه سوری و به خیابان آمدن مردم و جوانان گفت هیچ تجمعی در شب چهارشنبه آخر سال نباید صورت گیرد و اجازه تجمعات را در این شب نمی دهیم. خودرو هنجار شکنان در شب چهارشنبه آخر سال توقیف خواهد شد و تا 15 فروردین سال بعد در توقیف خواهد ماند. پاسدار رحیمی، سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی در تهران گفت قبل از آخرین چهارشنبه سال طرح اقتدار اجرا خواهد شد و برخورد جدی، قاطع و قانونی با متخلفان در چهارشنبه آخر سال صورت خواهد گرفت. منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجاع گفت امروزه سنتی مانند چهارشنبه سوری در سایه کم توجهی تبدیل به یک تهدید شده است و در گذر زمان تبدیل به چهارشنبه سوزی شده است. خبرگزاری مجلس رژیم با وحشت نوشت آنگونه که از شواهد و قرائن برمی آید جوانان با فشفشه های خود کمر همت بستند. مردم با حضور در بازارهای شلوغ شهر بدون ترس به استقبال بهار می روند و گاه گاهی هم با ترکاندن نارنجک دستساز و ترقه اعلام وجود می کنند که هنوز ترسی از کرونا ندارند. خبرگزاری رسمی رژیم نیز نوشت عده‌ای به برگزاری آیین چهارشنبه سوری چون سالهای پیش پافشاری می کنند و این امر به معنای ریختن هیزم به آتش ویروس کرونا است. خانواده ها نسبت به هدایت فرزندان خود اقدام کنند. دشمن بازنشسته، دولت من شکسته، دشمن بازنشسته، دولت من شکسته. هشتمین هفته اعتراض سراسری بازنشستگان در 21 شهر میهن.
شامل تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، سنندج، کرمانشاه، رشت، اهواز، آبادان، کرج، کرمان، اردبیل، شوش، شوشتر، یزد، خرم‌آباد، عراق، هفت‌تپه، بجنورد، ایلام و اپر. بازنشسته بیداره، از تبعیض بیزاره، ما حق خود نگیریم، از جنگ نمی‌نشینیم، از اینها دلاریه، درآمدا ریالیه، از اینها سودیه، درآمدا نزولیه، از اینها سودیه، درآمدا نزولیه، درد و به این کافیه، کفته ما خالیه، این درد مشتره آسان نمی شود. حاصل کار دولت، دارد پول ملت، با حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم، با حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم. یا حجت ابن حسن، ریشه ی ظلم ها بکن. دشمن بازنشسته، دولت من شکسته، دشمن بازنشسته، دولت من شکسته، ساعت 6 بعد از ظهر چه خبر می‌کنی؟ چرا؟ چرا باید اینجوری باشه؟ چرا؟ نه، همه شدت فقره، همه شدت بیکاریه، همه شدت بیچارگیه، همه شدت نداریه. اوکی بدنیم سر خودمون. اوکی، اوکی. چرا نمی‌خوان جواب بدن؟ چرا نمی‌خوان انقدر دست خودشون غیرت نشون بدن؟ تنها چیزی که اعزاز کردن صده 40 تومن، تو رو به خدا، تو رو به اون الله من میگم، این آیا صده 50 تومن با این صده 50 تومن میتونم 1 کیلو موز بخرم برای دخترم، برای بچم، که من شب نرم خونه دوزکی بخوابم؟ خدا خوش میاد؟ لشکری و کشوری فقط برای اونا، برای ما نیست، حق ما نیست. بعد به این کافیه، سفره ما خالیه. آموه این جمهوری اسلامی این همینه. بر ظالمه، همینه. هر کم ظالمه، الله کافیه، سفره ما خالیه. نترسید، بذار ببینید، سفره ما خالیه. بعد به این کافیه، سفره ما خالیه. بعد به این کافیه، سفره ما خالیه.
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران اعتراض مستمر بازنشستگان را اعتراض عموم مردم ایران به حقوق به یغما رفتشان توسط فاشیسم دینی توصیف کرد و گفت به راستی همچنان که بازنشستگان معترض فریاد می زدند این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی. تا دیکتاتوری آخوندی بر سر کار است، بیکاری و تورم و فساد و بی عدالتی و اختلاف طبقاتی بیشتر و بیشتر می شود. کنارک چابهار، تخریب خانه‌های روستای مردم محروم کورسر توسط حکومت آخوندی برای ساخت پایگاه نظامی و ادامه وطن فروشی آخوندها به چین و روسیه. و 200 سال ما زندگی کرده تا شاهد کرد، شاهد زمان شاه آج جهلیان انتقال داده که حمود آج آگاه ما رو گوشت شما رو انتقال دیم بیرون پنس، ما گوشت مشکل نیم چونکه ما را دام هست، ما را خوشتر هست، مزنی دام هست، نتوانه نزدیک به جاده و امور جاده ها ببین یا نزدیک به کشاورزان ببین. حتی ما گورستان داخل پایگاه نیرو هوایی هم تا که هنی زمانی که هنیت که هنیت که تا مروح چی بسه یه ازده یه چیزان جمع بودن. زاهدان، قتل دو پدر و پسر سوختبر محروم بلوچ با تیراندازی ماموران جنایتکار خامنه ای و واژگون شدن خود رو. دو سوختبر پدر و پسر محروم بلوچ که خودرو آنها روز 17 اسفند با شلیک گلوله پاسداران واژگون شده بود به قتل رسیدند. عطاالله گزوبی فرزند مزار گزوبی در جا جان باخت و پدر پس از یک هفته در بیمارستان جان سپرد. اهواز، تجمع کارگران آب و فاضلاب در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق و حق بیمه. تبریز، تجمع اعتراضی کارگران ایران مایه با 20 سال سابقه کار. سقز، تجمع اعتراضی کارگران و استادکاران ساختمانی. زندانی سیاسی فروغ تقی‌پور به 5 سال زندان محکوم شد. ممانعت از انتقال افشین بایمانی به بیمارستان و بدرفتاری و فشار به زندانیان سیاسی اسماعیل عبدی و پویا قبادی. فراخوان به اقدام فوری برای آزادی زندانیان سیاسی و بازدید هیئت بین المللی از زندانها. نشخیمان قضایی آخوندی زندانی سیاسی فروغ تقی‌پور را که خواهرش در صفوف سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف سه در آلبانی به سر می‌برد، پس از مدت‌ها بلا تکلیفی به 5 سال حبس محکوم کردند. ماموران اطلاعات فروغ تقی‌پور 25 ساله را در 5 اسفند 98 به همراه مادرش خانم نسیم جباری و همچنین خانم زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل کردند. آنها پس از حدود 2 ماه بازجویی اواخر فروردین 99 به زندان قرچک منتقل شدند. این زندانیان بارها از طریق عوامل اجیر شده از سوی رئیس زندان قرچک مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار گرفتند. از این پیشتر فروغ تقی‌پور در زندان قرچک به بیماری کرونا مبتلا شده بود.
پنجشنبه 21 اسفند زندانی سیاسی افشین بایمانی در 21مین سال حبس خود در گوهردشت به دلیل درد در ناحیه قلب به بهداری زندان گوهردشت منتقل شد. اما علارغم توصیه پزشکان از انتقال او به بیمارستان جلوگیری کردند. وی به دلیل کمک به برادرش مجاهد شهید مهدی بایمانی در شهریور 1379 دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. دشمنان رژیم همچنین روز شنبه 23 اسفند معلم زندانی اسماعیل عبدیرا بدون اطلاع قبلی تحت عنوان انتقال به زندان گوهردشت از زندان اوین منتقل کردند. اما به بهانه عدم صدور حکم انتقال توسط امین وزیری دادیار ویژه زندانیان سیاسی، او را با دستبند و پابند در خودروهای انتقال زندانیان خطرناک به دادسرای کرج بردند. آقای عبدی در تیر 1394 دستگیر و در اسفند همان سال در بیدادگاه ضد انقلاب به ریاست دشخیم صلواتی به 6 سال حبس محکوم شد. دشخیمان از تماس تلفنی اسماعیل عبدی با خانواده‌اش جلوگیری می‌کردند و او از 17 اسفند دست به اعتصاب قضا زده بود. تماس او با خانواده‌اش را محدود و به حضور بازجو مشروط کرده بودند. روز چهارشنبه 20 اسفند 99 به دستور حمیدرضا فتحی رئیس جنایتکار زندان بزرگ تهران، زندانی سیاسی پویا قبادی به قرنطینه زندان که به شدت آلوده است منتقل شد. این اقدام تنبیهی در پی اعتراض پویا به چگونگی برخورد زندانبانان با زندانیان بیمار صورت گرفت. قرنطینه این زندان محلی بسیار آلوده است که زندانیان جدید الورود را در آن تلمبار می کنند و به تازگی برخی از متهمان جرایم عادی هم به این مکان افزوده شدند. مقاومت ایران توجه دبیر کل، کمیسر عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر ملل متحد و سایر ارگانهای مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای آزادی زندانیان سیاسی فرا می خواند و بار دیگر خواستار اعزام یک هیئت تحقیق بین المللی برای بازدید از زندانهای ایران و ملاقات با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 24 اسفند 1399. قیام و تظاهرات در بیروت علیه رژیم آخوندی و مزدوران با شعار رژیم ایران اخراج اخراج، بیروت آزاد آزاد. نجف اشرف، خیزش و جنگ و گریز جوانان شورشی عراقی با وحوش خامنه ای. بیش از 231,300 تن آمار جانگداز قربانیان کرونا در 518 شهر. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد حکومتی کرونا: شهرهای قرمز کرونایی در نوروز آبادان، امیدیه، اندیمش، اهواز، ایزه، بندر ماهشهر، بهبهان، دزفول، رامهرمز، شوش، شوشتر، کارون، مسجد سلیمان و گچساران. معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز: شناسایی 131 مورد ابتلا به کرونا انگلیسی در آذربایجان شرقی، بالاترین آمار بیماران کرونا انگلیسی در ایران. شهر
شورای عالی کار رژیم حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 را 2,655,000 تومان تعیین کرد. منابع حکومتی خط فقر را 10,000,000 تومان اعلام کردند. آخوند روحانی: نوسانات قیمت‌ها پیش از آن که نشأت گرفته از کمبود کالا باشد، برآمده از التهاب آفرینی‌ها و الغای تصور جهش قیمت‌های آتی است. گرانی سرسام‌آور آجیل در آستانه عید نوروز. هر کیلو کشمش سبز به 100,000 تومان و هر کیلو پسته به 280,000 تومان افزایش یافته است. رئیس اتاق اصناف رژیم در تهران: نیاز روزانه مرغ در تهران 1,000 تن است، اما حدود 200 تن در روز توزیع می شود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی: غنی‌سازی اورانیوم رژیم ایران به سطح بحرانی نزدیک می شود. نمی توان استفاده نظامی از این سطح غنی‌سازی را نادیده گرفت. رافائل گروسی: پاسخهایی که رژیم ایران در مورد وجود ذرات اورانیوم در سایت‌هایش داده است به لحاظ فنی معتبر نیست. رژیم ایران با وارد کردن تجهیزات بیشتر در حال افزایش توانمندی خود برای غنی‌سازی است، در حالی که همکنون 3000 کیلوگرم اورانیوم با غلظت پایین و کمی کمتر از 20 کیلوگرم اورانیوم 20% دارد. معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد: توافق با رژیم ایران باید قوی‌تر و عمیق‌تر باشد و به سایر نگرانی‌های ما در مورد رفتار این رژیم در منطقه خاورمیانه گسترش یابد. دولت بایدن هنوز به این ارزیابی نرسیده است که تحریم‌های رژیم ایران را کاهش دهد. وزیر اطلاع رسانی یمن: سپاه پاسداران به تامین سلاح حوثی‌ها ادامه می‌دهد و مناطق یمن را به سکویی برای تهدید ناوبری تجاری و آبراه‌های بین‌المللی تبدیل کرده است. جهانگیری، معاون اول آخوند روحانی: مخالفان دولت مشکلات را 10 برابر کرده و بر سر دولت کوبیدند. تنها کسی که به ما کمک کرد قاسم سلیمانی بود. کسی نتوانست حتی یک بشکه نفت بفروشد جز قاسم سلیمانی. رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی: سال 99 سال بسیار سختی بود. بیش از 1,000,000 نفر شغلشان را از دست دادند. علی مطهری، عضو سابق مجلس ارتجاع: حوادث آبان 98 فاجعه بود. باید روحانی ساقط می شد. روزنامه حکومتی شرق، 24 اسفند 99: اعتراضات آبان 1398 به افزایش قیمت بنزین کاهش چشمگیر تاب‌آوری اجتماعی در کشور را نمایان کرد. این اعتراضات را نمی توان صرفاً به موضوع افزایش قیمت بنزین ارجاع داد. ارگان معاونت سیاسی سپاه پاسداران: نسل دهه 80 و 90 یک تهدید جدی علیه آینده نظامات فرهنگی و سیاسی کشور هاست. حکمرانی بر آنها به راحتی نسل‌های قبل نخواهد بود. اعتراف هر دو باند حاکمیت آخوندی: ورشکستگی و کسادی نمایش انتخابات تحریم شده آخوندها. یک مهره باند مغلوب رژیم: حسن خمینی، جهانگیری، عارف و پزشکیان که سهل است. اگر خود محمد خاتمی هم بیاید، از بدنه اجتماعی اصلاح طلبان کسی پای صندوق های رای نخواهد رفت. بحران معرفی کاندیدا در باند غالب نظام: ترقی از باند مؤتلفه. استعفای پاسدار سعید محمد از سرکردگی قرارگاه ضد خاتم، نه به خاطر شرکت در نمایش انتخابات بلکه به دلیل دزدی و اختلاس بوده است.
دکتر گرون هوسی یکی از برجسته ترین پزشکان آلبانی و از یاران و حامیان مجاهدین اشرفی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. فاجعه کرونا در ایران. آمار جانگداز قربانیان در 518 شهر از 231300 نفر بیشتر است. زالی. بیماران کرونایی بستری در تهران 2414 نفر و بیماران در ICU 872 نفر است که به ترتیب 12.6% نسبت به هفته قبل افزایش یافته است. بیمارستان مسیح دانشوری. مدیریت کرونا غیر علمی بود و از فرصتها استفاده نشد. برای هیچ چیز برنامه ریزی نمی شود. دانشگاه پزشکی اهواز. موارد بیماری و بستری نسبت به هفته قبل به ترتیب 11.14% افزایش داشت. دانشگاه پزشکی لرستان. شیوع کرونا روند صعودی دارد و میانگین ابتلا نسبت به بهمن 60% افزایش یافته است. دانشگاه پزشکی تبریز 131 مورد کرونا انگلیسی در آذربایجان شرقی داشته ایم که بالاترین آمار در کشور است. دانشگاه پزشکی هرمزگان شمار مبتلایان به کرونا انگلیسی به 64 نفر رسید. بندر عباس با 24 مورد بیشترین مبتلا را دارد. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر یکشنبه 24 اسفند 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 518 شهر از 231300 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 8988 نفر، در البرز به 5743 نفر، در اصفهان به 14995 نفر، در بوشهر به 2334 نفر، در تهران به 54176 نفر، در خوزستان به 12840 نفر، در سمنان به 3790 نفر، در فارس به 6837 نفر، در کردستان به 3992 نفر، در کرمان به 5099 نفر، در کرمانشاه به 4659 نفر، در کوکیلویه و بویرحمت به 1749 نفر، در گیلان به 8186 نفر، در مازندران به 9832 نفر، در همدان به 5368 نفر و در یزد به 4202 نفر رسیده است. همیهنان گرامی، خبرها را از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ادامه میدیم. حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال 1400 بحران اقتصادی و ورشکستگی رژیم را روی زحمتکشان و محرومان میهنمان و کاهش قدرت خرید آنها سرشکن می کند. شورای عالی کار رژیم حداقل دستمزد کارگران را در سال 1400 با 39% افزایش نسبت به سال گذشته 2,655,000 تومان تعیین کرد. این رقم در سال گذشته 1,910,000 تومان بود. حداقل دستمزد سال 1400 با افزودن سایر مزایا مانند حق سنوات و حق مسکن به ماهانه 4,180,000 تومان می رسد. و با کسری حق بیمه خالص دریافتی کارگران 3,900,000 تومان می شود. این در حالی است که منابع حکومتی خط فقر را 10,000,000 تومان عنوان می کنند. برای سایر سطوح دستمزدی 26% افزایش به علاوه عدد ثابت 241,000 تومان در نظر گرفته شده است. آخوند روحانی در وحشت از اوضاع ملتهب و انفجاری جامعه و اعتراضات فزاینده نسبت به گرانی و فقر و چپاول حقوق کارگران و زحمتکشان گفت
معیشت مردم، نظارت بر قیمتها و جلوگیری از افزایش آن در شرایط ویژه شب عید از فوریت برخوردار است. نوسانات قیمتها پیش از آنکه نشأت گرفته از کمبود کالا باشد، برآمده از التهاب آفرینی ها و الغای تصور جهش قیمتهای آتی است. رئیس جمهور ارتجاع که در جلسه هیئت ستاد هماهنگی اقتصادی رژیم صحبت می کرد، با وقاحت افزود، برخی سوء استفاده ها و جفسازی ها موجب الغای کمبود کالا و در نهایت شوک افزایش قیمت ها می شود. رسانه ها نیز با اطلاع رسانی دقیق می بایست اسباب آرامش و رفع نگرانی مردم را فراهم کنند. در حالی که کارشناسان و سرکردگان رژیم علت بحران اقتصادی و تورم و گرانی ناشی از آن را نه تحریم ها بلکه فساد حکومتی و اختلاس و دزدی نهادینه شده در رژیم می دانند، آخوند روحانی در نمایش مربوط به افتتاح یک پروژه برای شرق ایران بار دیگر بهبود اوضاع را به رسیدن پول نفت موکول کرد. دروغ درمانی روحانی در حالی است که خود او در دور اول ریاست جمهوریش اعتراف کرد که دلارهای نفتی به محض ورود به ایران از همان فرودگاه توسط پاسداران و ارگانهای سرکوب و صدور تروریسم رژیم چپاول می شد. رئیس جمهور ارتجاع همچنین ترس و وحشت رژیم را از وضعیت التهابی و فوران نارضایتی مردم در مناطق شرق کشور نظیر سیستان و بلوچستان برملا کرد و آن را مسئله امنیت کل نظام توصیف کرد. ما حتما باید کاری بکنیم که منطقه شرق ایران رو آباد بکنیم و این توازن و تعادل رو ایجاد بکنیم. از لحاظ امنیت ملی بسیار مهمه. ما نفتی رو که میفروشیم یه بخشی از پولش خرج میکنیم، یه بخشی میذاریم تو صندوق. تحریم باید شکسته بشه، همه دست به دست هم بدیم، دو مرتبه بعض صندوق خوب میشه. باز با فروش نفت بخشی، الان امروز اگر نفت ما در حد مورد نظر ما در سال آینده فروش بره، 38% این پول نفت میاد تو صندوق. در آستانه نوروز صدای اعتراض هموطنانمان از گرانی‌های ناشی از فساد و چپاول آخوندها بلند است. یک هموطن از اصفهان می‌گوید کشمش سبز و نخودچی مهمترین آجیل اصفهانی هاست. امسال به خاطر گرانی توان خرید همین را هم نداریم. کشمش سبز که سالیان است قیمت آن کیلویی 35,000 تومان بوده، به کیلویی 100,000 تومان رسیده است. در شب یلدا ناگهان هر کیلو کشمش سبز به کیلویی 60,000 تومان صعود کرد. الان شب عیدی هم به کیلویی 100,000 تومان رسیده است. پسته نیز از کیلویی 200,000 تومان به کیلویی 280,000 تومان افزایش یافته است. یک روزنامه حکومتی در اعتراف به گوشه ای از تبهکاری و کارنامه ننگین رژیم آخوندی در زمینه اقتصادی می نویسد، بنابر آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نظام، درآمد ملی سرانه ایرانیان در سال 1383 معادل 5,760,000 تومان بوده است. در صورتی که امروز به 4,740,000 تومان رسیده و بیش از 1,000,000 تومان کاهش یافته است. مطابق گزارش این مرکز، 35% مردم ایران، یعنی نزدیک به 4 دهک، از جامعه طی 1 دهه اخیر زیر خط فقر قرار گرفتند. همین منبع حکومتی می‌افزاید جایگاه ایران در شاخص کامیابی در سال 2019 در میان 17 کشور منطقه در رتبه 17 قرار گرفته و اقتصاد ایران که از آغاز دهه 1390 با رشد منفی روبرو بوده، تنها طی 2 سال 97 و 98 حدود 12% کوچکتر شده است. دشمن خامنه ای روز یک شنبه 24 اسفند یک زندانی را در زندان ارومیه اعدام کردند. به اهل بوکان و بیش از 6 سال در زندان محبوس بود. خبرها رو ادامه میدیم. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با سایت ژاپنی نیکی گفت تولید اورانیوم با سطوح بالاتر غنی‌سازی رژیم ایران را
به سطحی نزدیک می کند که استفاده نظامی از آن را نمی توان در نظر نگرفت. این سایت نوشت رژیم ایران در ماه ژانویه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت در نظر دارد اورانیوم را تا غلظت 20% غنی‌سازی کند و ماه گذشته تبعیت از پروتکل الحاقی را که اجازه بازرسی‌های سرزده و سایر اقدامات نظارتی را می‌داد به حالت تعلیق درآورد. سطح 20% مهم است زیرا بعد از آن غنی‌سازی اورانیوم به سطح غلظت درجه تسلیحاتی ساده تر می شود. گروسی این تعلیق را وضعیت فوق‌العاده خواند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل گفت اگر بخواهید تضمین معتبری داشته باشید که هیچ انحراف نظامی در کار نباشد، روشن است که نیاز به وجود بازرسی‌های قاطع دارید. سایت ژاپنی نیکی می‌افزاید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشورت‌های فنی خود با رژیم ایران را در ماه آوریل شروع خواهد کرد. یکی از زمینه‌های تمرکز حضور ذرات اورانیوم در تأسیسات اعلام نشده است. در این نقطه گروسی گفت پاسخهایی که رژیم ایران تا کنون داده به لحاظ فنی معتبر نبوده است. گروسی افزود رژیم ایران کمی کمتر از 20 کیلوگرم اورانیوم 20% دارد، اما آنها 3000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تولید شده در سطوح پایین تر دارند. لذا این مقدار در حال افزایش است. این رژیم توانمندی خود برای غنی سازی را با وارد کردن عملی تجهیزات بیشتر افزایش می‌دهد. ریچارد میلز معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در رابطه با تعامل با رژیم آخوندی بر سر برجام گفت همانطور که رئیس جمهور بایدن روشن ساخته است در صورتی که رژیم ایران به التزام کامل به تعهداتش در برجام برگردد ایالات متحده هم همین کار را خواهد کرد. سپس می‌توانیم از آن به عنوان بستری برای توافقنامه‌ای قوی‌تر و عمیق‌تر استفاده کنیم. توافقنامه‌ای که به سایر زمینه‌های مورد نگرانی ما در مورد رفتار رژیم ایران در منطقه خاورمیانه یا حتی فراتر از آن بپردازد. وی افزود دولت بایدن تحریم‌ها را بسیار دقیق زیر نظر دارد و از زمانی که به قدرت رسیده است تحریم‌ها را بررسی کرده است. در این نقطه به این ارزیابی نرسیده که به دلایل بشردوستانه نیازی به کاهش تحریم ها وجود داشته باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی درباره جدال درونی رژیم بر سر برجام گفت می‌خواستند دولت را وادار کنند که برجام را به هم بزنند، اما روحانی در باقی ماندن برجام خیلی نقش داشت. مخالفان دولت مشکلات را 10 برابر کرده و بر سر دولت کوبیدند. تنها کسی که به ما کمک کرد قاسم سلیمانی بود. وی افزود خیلی ها مدعی بودند با وجود تحریم ما می توانیم نفت صادر کنیم به آنها، مجوز فروش نفت داریم، اما هیچ کس نتوانست حتی یک بشکه نفت بفروشد جز قاسم سلیمانی که در مقطعی این کار را کرد. ادامه اخبار از سیما یازدی. ارگان معاونت سیاسی سپاه پاسداران با وحشت از جوانان شورشی و عصیان زده نوشت نسل دهه 80 و 90 یک تهدید جدی علیه آینده نظامات فرهنگی و سیاسی کشور هاست و حکمرانی بر آنها به راحتی نسل‌های قبل نخواهد بود. عبارت دهه 60 به نسلی اشاره دارد که در وضعیت خاص دوران جنگ و پسا جنگ به دنیا آمدند. ارگان معاونت سیاسی سپاه پاسداران می‌افزاید بررسی برخی از کنش‌های شاخص نسل دهه 80 و 90 به ویژه در فضای مجازی به خوبی نشان می‌دهد حکمرانی بر این نسل به راحتی نسل‌های قبل نخواهد بود، چرا که این نسل برخلاف نسل‌های قبل عمدتاً طبعی معترض نسبت به وضع موجود دارند. علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس ارتجاء گفت برخورد روحانی با آبان 98 در حدی بود که باید ساقط می شد. وی افزود خود مسئولان گفتند 230 نفر کشته شدند. ضرورتی ندارد ما ظرف 2-3 روز یک اعتراضی را بخوابانیم. می شد 20 روز طول بکشد ولی کسی کشته نشود. کار بسیار غلطی دولت کرد و واقعا در این حد بود که حتی رئیس جمهور ساقط شود.
حداقل می‌خواستیم وزیر کشور را استیضاح کنیم، اما اجازه آن را هم ندادند. در همین حال وزیر کشور رژیم به شرایط سخت پس از قیام آبان برای حکومت آخوندی اعتراف کرد. بعد از اون هم به حال شرایط آبان را داشتیم، انتخابات داشتیم و ویژگی خودش کرونا بهش اضافه شد. ما یک مجموعی از فضاهایی که منجر میشد به افزایش نارضایتی بسیار به اصطلاح شدید و فشرده که در افکار عمومی و مسائل اجتماعی بود، الان مردم در سال 99 واقعا مواجه با سختی بسیار زیادی بودن. ما در وزارت کشورشون هر سال برآورد میکنیم سال پیش رو را متناسب با اون برآوردهامون که همه دستگاه های مرتبط و ما کمک میکنن، برنامه ریزی میکنن. خب واقعا نگران بودیم که در سال 99 ما اول موضوع امنیت رو باید به شدت میتونستیم رعایت بکنیم، مدیریت کنیم، کنترل کنیم، اتفاق نیفته. وزیر کشور رژیم همچنین وحشت حکومت آخوندی را از تحریم نمایش انتخابات ریاست جمهوری آخوندها توسط مردم برملا کرد و گفت نسبت به مشارکت در انتخابات دغدغه وجود دارد. ما کاملا آمادگی داریم که انشالله انتخابات خوبی، اما یک دغدغه بنده دارم. اون دغدغه هم اینه که مقام معظم رهبری هم تأکید کردن و فرمودن که برحال اگر میخواییم مسئله کشور درست بشه باید با مشارکت بالا، واقعا مهمه. ما در انتخابات مجلس برحال به هر دلیلی 42% مردم شرکت کردن. من یاده نگرانم بده اینکه الان چندم امروز؟ 23 بود دیگه. بله الان چارم شدیم. بله بیشتر از بله وارد 28 24 شد. ببینید ما الان که 24مه هنوز آرایش نیروهای سیاسی تو حوزه انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشده. هنوز نمیدونه کی میخواد کاندید بشه، کی نمیخواد کاندید بشه. مثلا هفتم ششم هفتم خرداد که به اصطلاح بررسی صلاحیت ها اعلام، از هفتم هشتم تبلیغات شروع میشه تا 20 روز. پس ما الان زمانی واقعا برای این مسئله در اختیار نداریم که فکر کنیم. یک مهره باند مغلوب با اذعان به بحران بیراه حلی رژیم گفت حتی اگر محمد خاتمی هم بیاید رأی نمی آورد. اصلاح طلبان گویا اساساً در جامعه ایران زندگی نمی کنند و در رویا و خواب و خیال به سر می برند. یک زمان می گویند که ما تکلیف ملی داریم و باید در انتخابات 1400 شرکت کنیم. اخیراً نیز بحث آمدن حسن خمینی مطرح شده است. حسن خمینی، جهانگیری، عارف و پزشکیان که سهل است. اگر خود محمد خاتمی هم بیاید، از بدنه اجتماعی اصلاح طلبان کسی پای صندوق‌های رأی نخواهد رفت. در اعتراف به بحران معرفی کاندیدا در باند خامنه‌ای، ترقی از باند مؤتلف فاش ساخت که استعفای پاسدار سعید محمد از سرکردگی قرارگاه خاتم نه به خاطر شرکت در نمایش انتخابات بلکه به دلیل دزدی و اختلاس بوده است. وی گفت سعید محمد اصلا در فضای اصولگرایان مطرح نیست و کنار رفتنش از فرماندهی قرارگاه خاتم هم به دلیل انتخابات نبوده و خود او هم تخلفاتی داشت. قیام و تظاهرات در لبنان علیه رژیم آخوندی و مزدورانش بالا گرفت و مردم خشمگین در مرکز بیروت با شعار رژیم ایران اخراج و بیروت آزاد دست به تظاهرات زدند. الحدث گزارش داد به دنبال وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش بیش از حد قیمت دلار، تظاهراتی در منطقه وسط بیروت با خواست سرنگونی حاکمیت برگزار شد. تظاهرکنندگان لبنانی طی بیانیه‌ای که در میدان شهدا قرائت شد اعلام کردند قدرت حاکمه و شبه نظامیان آن نمی‌توانند حکومت فرقه‌گرایانه و کنترل بر مردم را ادامه دهند.
آنها از قوت لایموت شهروندان ممانعت به عمل می آورند و آنچه در لبنان جریان دارد تجسم عملی حکومت شبه نظامیان است که کشور را میدان تاخت و تاز خود قرار داده اند و از امروز به بعد این شبه نظامیان بر لبنان حکومت نخواهند کرد. قیام کنندگان عراقی در نجف با برگزاری تظاهرات و با آتش زدن لاستیک خیابان‌های منتهی به ساختمان شورای استان در نجف و خانه استاندار را مسدود کردند و خواهان برکناری استاندار مزدور و وابسته به رژیم آخوندی شدند. نیروهای سرکوبگر ضد شورش و وحوش خامنه‌ای در عراق به تظاهرکنندگان حمله کردند. جنگ و گریز در خیابان‌های نجف در گرفت و تعدادی از تظاهرکنندگان مجروح شدند. المتظاهرين ودعونا للمصابين بالشفاء. وزیر اطلاع رسانی یمن هشدار داد رژیم ایران پشتیبانی نظامی خود را از حوثی‌ها نه تنها متوقف نساخته بلکه آنها را به مین‌های دریایی مجهز کرده است. آنها در نمایشگاه‌های خود مین‌های ساخته شده در ایران را نشان می‌دهند و سپاه پاسداران به تأمین سلاح، فناوری نظامی و آموزش حوثی‌ها ادامه می‌دهد و مناطق یمن را به سکوی برای تهدید ناوبری تجاری و آبراه‌های بین‌المللی تبدیل کرده است. عرب نیوز که این اظهارات را درج کرده نوشت، اسماعیل قاآنی، سرکرده نیروی قدس سپاه پاسداران اعتراف کرد که رژیم تهران از حملات حوثی‌ها به عربستان حمایت می‌کند. روزنامه حکومتی جهان صنعت نوشت روسیه برای حل مسئله سوریه به جای گفتگوهای سه جانبه تهران، مسکو، آنکارا مذاکرات دوحه، مسکو، آنکارا را ساخته و پرداخته است. این روزنامه می‌افزاید همزمان با تمدید معاهده ایران و روسیه به مدت 5 سال دیگر روسیه از ایران برای مذاکرات صلح افغانستان دعوت نکرده است. خبرهایی از پاندمی کرونا در کشورهای مختلف جهان. پس از اوضاع بحرانی کرونا در برزیل و همچنین در ایتالیا، بحران کرونا در فرانسه به خصوص در پاریس نگرانی‌های شدیدی ایجاد کرده است. ژان کاستکس نخست وزیر فرانسه درباره قرنطینه و محدودیت‌های بیشتر گفت هیچ گزینه‌ای از روی میز کنار نرفته و بار دیگر بر ضرورت آمادگی تاکید می‌کنم، زیرا وضعیت نگران کننده است. در پاریس به ازای هر 100 هزار نفر 366 مورد ابتلا به کرونا شناسایی شده است. این اعداد نزدیک به آمار و ارقام مناطقی است که قرنطینه در آنها اعمال شده است. آلمانی به خاطر درگذشت یکی از برجسته‌ترین و شریف‌ترین پزشکانش سوگوار شد. دکتر گروند هوسی، متخصص قدرت و یکی از برجسته‌ترین پزشکان آلمانی که به علت ابتلا به کرونا در ترکیه بستری بود، درگذشت. دکتر گروند هوسی از یاران و حامیان دیرین مجاهدین در اشرف سه بود. در پی درگذشت پروفسور گروند هوسی، ایلین متا رئیس جمهور آلبانی اظهار داشت فوت دکتر گروند هوسی یک خبر بسیار دردناک است.
متا خواستار اقدامات ضروری برای حفاظت از جان پزشکان و پرستارانی شد که در خط مقدم این پاندمی قرار دارند. پرزیدنت متا با خانواده این پروفسور ارزشمند ابراز همدردی کرد. وزارت بهداشت آلبانی اعلام کرد در شبانه روز گذشته از 3463 مورد آزمایش 698 نفر معادل 20% مبتلای جدید به کرونا تشخیص داده شدند و در همین روز طبق آمار رسمی 12 نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. خانم پروفسور ویولتسا کاراپیتسی از استادان برجستگی اقتصاد آلبانی نیز در شماره جان باختگان کرونا است. چند روز پیش همسر او دکتر فاتمین کاراپیتسی نیز بر اثر کرونا درگذشته بود. بینندگان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن خداحافظی توجهتون رو به برنامه‌ای به مناسبت سالگرد شهادت محمد حسین نقدی نماینده شورای ملی مقاومت در ایتالیا جلب می‌کنم.